نگاهداری معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگوی اعلام کرده که تسهیلات پژوهشی و وام به نخبگان بیشتر اعطا خواهد شد هم باید خوشحال شد از این موضوع و هم باید قدردانی کرد از کسانی که به دنبال این امر بسیار مهم هستند و البته دعا کرد که حتما این تسهیلات شامل حال این نخبگان بشه و در مرحله حرف فقط باقی نمونه این مسئله اما سوال اینجاست که بقیه جوانها ها چه کنند خونواده ها چه گناهی کردن که باید هزینه های کمرشکنی رو برای تحصیل بچه هاشون تأمین کنند؟ ببینید این مشکل تنها خاص ایران نیستش اما در ایران به طرز غیر قابل باوری عرصه بر کسانی که میخوان تحصیل کنند تنگ شده یعنی به محض اینکه بچه آمادگی رفتن به کودکستان میشه غم عالم انگار تو دل خیلی از خونواده ها میفته که حالا با مخارجش چه کار کنن؟ این اولین مهد کودک ایران مهد کودک برسابه تهران تأسیس 1309 به مدیریت خانم برسابه هوسپیان خانمی ارمنی تحصیل کرده سوئیس از اون زمان تا حالا برای خیلی از بچه های ایران مهد کودک و کودکستان شد پایه های اولیه زندگی تحصیلی توی خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مهد کودک و کودکستان اهمیتش حتی از خود مدرسه ها هم بیشتره توی ایران اما برای سالا مهد کودک جایی شد برای رهایی چند ساعته پدر و مادر را از شیطنت های بچه هاشون. اما این تازگی ها ای به نام پیشتبستانی هم به دوران آموزش و پرورش ایران اضافه شده. دوره ای که هنوز هم چندان جدی گرفته نمیشه. بعضی از مسئولان میگن که این دوره ای آموزشی رسمی و غیر اجباریه. بعضی ها هم میگن هم غیر رسمیه و هم غیراجباری. فرق قضیه اینه که اگه رسمی باشه طبق اصل سی قانون اساسی باید رایگان باشه اصلی که سالا زیر پا گذاشته میشه اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش بده حالا با غیر رسمی عنوان شدن دوره پیش بیشترشون شدن پولی مدارس ایران هم همینطور مدارس ایران به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم شدن این مدارس هم خودشون به چند دسته دیگه تقسیم شدن مدارس عادی دولتی، نمونه دولتی، شاهد، هیئت آمنایی، غیر انتفاعی و مدارس استعدادهای درخشان مدارس دولتی با این تغییر نامی که دادن شدن پولی مثل مدارس نمونه و یا هیئت امنایی که رسما اجازه دریافت شهریه از دانش آموزا رو پیدا کردن. مدارس باقی مونده هم اکثرا از والدین دانش آموزا حق ثبت نام میگیرن در طول سال هم از اونا کمک مالی میخوان کلاس های فوق برنامه هم یک سره پولی هستن مدارس غیر انتفاعی مدارسی که باید بدون نفع شخصی باشن شهریه های میلیونی میگیرند مجلس ایران رسما طرح سوددهی مدارس غیرانتفاعی انتفاعی را تصویب کرده یعنی باید به سرمایه گذارای این مدارس سود کافی برسه تفسیری از اصل 44 قانون اساسی که طرفداراش میگن بخش خصوصی در کشور باید توسعه پیدا کنه عملا امکان ورود بخش خصوصی به عرصه اجرایی فعالیت تعلیم و تربیت رو فراهم کرده خصوصی سازی اگرچه طرفدارایی هم داره اما اجرای اون در آموزش و پرورش یعنی پایان دوران تحصیلات رایگان در ایران کوروش صحتی صدای آموزش.